آدرود، برنامه پیش رو ادامه میدم. در مسئله یا مشکل مهمی در باب انقلاب 57 برنامه پیش رو ادامه دادم و برنامه قبلشم در همین موضوع بود. امروز تصور می کنم نکاتی رو که لازم می دونم پیرامون این خطا، یکی از البته خطاهای پایه‌ای و اساسی که به ویژه نخبگان فکری و کسانی که در کار سیاسی یا تحقق یک حاکمیت سیاسی مناسب در ایران تلاش می کردند سالها مرتکب شدند در انقلاب 57، متاسفانه هنوز هم نسبت به این مشکل به قدر کافی اندیشیده نشده. خب خیلی در باب انقلاب 57 نوشته شده، سخن گفته شده در این 4 دهه، ولی چنان که در 1-2 برنامه پیش اشاره کردم، اون خطاهای بنیادین یا کلیدی رو که فعالان یا کنشگران انقلاب مرتکب شدن، حالا توده های مردم رو به هیچ عنوان در این تحلیل ها و این بررسی ها مورد نظر قرار نمیدیم و نمیتونیم هم مورد نظر قرار بدیم. دلایلش هم کمابیش میدانید و من خود به نوبه خودم و به مناسبت مسائلی که در این برنامه ها گشودن به این اشاره کردم. اما نخبگان مسئله شون چیز دیگه است. اینها پیشگامان فرهنگ هستند، پیشگامان زیست عمومی هستند. حالا یا دخالت سیاسی می کنند، وارد عرصه قدرت و دولت می شند، یا در حاشیه قدرت دولت و حاکمیت به هر حال حضور دارند، چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه تحقیقات و غیره. خب ببینید، ما برای عبور از همین مشکل و مشکلاتی مشابه این باید این نقد رو به دقت روی گذشته انجام بدیم. ولی متاسفانه ذهنیت ایرانی ها، باز تاکید می کنم، من وقتی که از ایرانی ها صحبت می کنم یک بار عموم جامعه ایران رو در نظر می گیریم که کمتر در نقدها به اونها پرداخته میشه، یعنی عموم جامعه. بلکه وقتی سخن از نقد اجتماعی و مسائل اجتماعی میکنیم و مسائل عمدتاً، ببخشید کلمه اجتماعی رو تصحیح میکنم، فرهنگی، من کلمه فرهنگی رو همواره در نظر داشته باشیم، یعنی تمام اونچه که فرهنگ مجموعه اون ارزش ها، مجموعه اون نهادهایی است که زیست انسانی رو در یک جامعه مدیریت میکنه، آدم ها با هم مربوطن و غیره. حالا من به تعریف فرهنگ نمیخوام بپردازم، بنابراین نخبگان مورد نظرم. این خطا باید بهش دقت بشه و اون این بود که چون وقت زیادی نداریم و لزومی ندارم من در حاشیه میخوام صحبت بکنم، نه دیگه اینا رو میدونید، اشاره کردم بنیاد و اساس این سقوط، یعنی آمیختگی امور قدسی ایمانی به هر شکلی
اسلامی یا حتی غیر اسلامیش اگر بوده یا باشه، امور ایمانی رو وقتی که با امور عالم واقع، زندگی زمینی به اصطلاح، زیست معمولی، ما بیاییم با هم ترکیب بکنیم و این امور رو به هم پیوند بدیم، این خطا مبنای سقوط‌های بیشماری خواهد بود که بوده. البته بخواهیم باز کنیم این مسئله رو یا بپردازم به این، من به این نیز در کار فکری خودم پرداختم که چرا ما امور واقعی رو با امور قدسی آمیختیم در فرهنگ اسلامی و به ویژه شیعه. این ریشه هاش در باورهای اسلامی ماست که جای صحبتش و گشودنش در این برنامه و این مسئله ای که الان روی اون داریم سخن میگیم و ذهن شما متوجه اونه جریان نداره. باید مجزا و شاید روزی و در یه برنامه خاطرم بمانه یا یادداشت کنم که این رو باز کنم که چرا ما این همه مسائل دنیوی و زیست انسانی رو با مسائل قدسی پیوند زدیم. خب بنابراین این سقوط بی‌نهایتی بود که نخبگان و عمدتاً روشنفکران مرتکب شدند. مسئله اونجاست که بنیاد یا اساس این خطا و معارضه و دشمنی مشخصاً خارشمردن و بی‌ارزش دانستن یا بی‌ارزش کردن شناخت حسی و تجربی، به علاوه بی‌اعتبار کردن و دشمنی با استقلال عقلانیت. نمیخوام بگم ما با عقلانیت دشمنی کردیم در بینش دینیمون، نه، عقلانیت رو اهل دین خواستن ازش استفاده کنن برای اثبات مبادی دین، باورهای دین، ولی استقلال عقل رو، این که عقل به تنهایی قادر امور انسان رو مدیریت کنه، این رو در بخشی از برنامه ها یا آموزه هایی که در همین محور برنامه های ایران مدرنیته در برنامه های گذشته داشتم، در خارشمردن عقل به ویژه نمونه هایی که مثلا از نظرات و گفتارهای بزرگان تصوف و شخصیت های شاخص عرفان اسلامی ایرانی براتون آوردم توضیح دادم. این که تمام حوزه های معارف اصلی فرهنگ اسلامی و ایرانی شامل فقه، الهیات، حکمت، عرفان یا تصوف، نظریه پردازی های اون بدون استثناء و به طور کامل در غلبه آموزه های سیطره آموزه های قرآن و حدیث بوده. یعنی شما و ما این فرهنگ اسلامی رو بررسی که می کنیم، هیچ گوشه ای، البته هیچ کلمه درستی نیست، ممکنه به ندرت نویسندگانی یا اهل اندیشه‌ای احتمالاً وجود داشته که بیرون از غلبه و سیطره
ارزش‌های آموزه‌های دینی یعنی قرآن و حدیث عمدتاً بیرون رفته و آزادانه اندیشیده. مثلا نقدهایی که زکریای رازی به دین میکنه اونجا دیگه مطلقا زیر سیطره دین نیست. ابو آدم رازی که رقیب او سخنان او رو نقل میکنه، یکی دو بار در برنامه های مناسبت های گفتاری که داشتم اشاراتی به رازی کردم و اینکه نوشته های رازی رو که نابود کردن از بین رفته، اون چرا که از گفتار او نظریات او در اختیار ماست من غیر مستقیم چیزهایی است که رقیب فکری او و دشمن فکری او یعنی نظریه پرداز اسماعیلی مذهب، شیعه اسماعیلی یا باطنگرا به نام ابو حاتم رازی نقش. خب بنابراین منهای این یکی دو چهره یا مثلا حرفایی که احتمالاً از خیام در اختیاره نیز چنینه، نه همه اونچه را که گفته ولی بعضی از سخنانش به ویژه در رباعیاتی که از اون نقل میشه و نقدی که به ایمان داره، اونجاها دیگه این ریاضیدان و این عالم برجسته ایرانی زیر سیطره قرآن یا حدیث نیست. ولی تمام چهره های اصلی و فکری نظری ایرانی زیر سیطره قرآن و حدیث هست. حتی بهره هایی که شکسته بسته از برخی آموزه های جالب اینه، بهره هایی از آموزه های فرهنگ یونانی، نه البته مستقیم بلکه غیر مستقیم به واسطه مثلا خوانش تفسیرهای سوریانی یا حتی خوانش یا تبیین حاشیه‌ای از فرهنگ مسیحی، نوعی از فرهنگ مسیحی و از اندیشه های یونانی انجام گرفته، از اون طریق وارد عالم اسلامی شده، این آموزه ها رو ما یعنی این آموزه هایی رو که شکسته بسته از فرهنگ یونانی به دست آوردیم یا به دست آورده شده یا مسلمان ها به دست آوردن، نیز ایرانیان بعد از اسلامیزه کردن اون آموزه ها رو رنگ و لعاب قرآن و حدیث پیش زدیم، دقیقا کاری که و در خدمت آموزه های اسلام و قرآن گرفتیم. مثلا کاری که در حکمت اسلامی با تفکر افلاطون و افلوکین یعنی پلوتن یا نظریه نو افلاطونی حتی با آراء ارسطو انجام گرفت. کوتاه سخنان که جامعه ایران در این 44 سال این کاریست که اشاره کردم در سیر فرهنگ اسلامی انجام شده تا به ما رسیده و معالن آن که جامعه ایران در این 44 سال و از فردای 22 بهمن 57 زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان رو یکسره و بدون کم و کاست بر ساده ترین و ابتدایی ترین آموزه های قرآن و حدیث و الهیات کاملا موهوم و خرافه کامل شیعه اصناعشری نهاده.
این سقوط هولناک، دقیقا این سقوط هولناک، یعنی فرهنگ رو زیر سیطره آموزه‌های اسلامی گرفتیم، اونم بخش عمده ای از این آموزه‌ها که اوهام و خیالاتی بیش نیست. این سقوط هولناک و بی نهایت ویرانگر تاریخی تمام زندگی و ضابطه های نگاه، نحو بینش، رفتار و سلوک شخصی و اجتماعی ایرانیان را بر مبادی اعتقادات استوار کرده که هنوز ادامه دارد. این سقوط تاریخی اما یعنی این چیزی بود که ما نتوانستیم نه در ابتدای حرکت سیطره، نه حرکت سیطره حاکمیت دینی از سال 57 بعد ببینیم و نه در این سالها دقیقا به نقد اون پرداختیم. این سقوط تاریخی اما از وجه فکری و فرهنگی بر خطایی بی نهایت ژرف نیز نهاده بود که آن خطا عدم تشخیص واقعیت از خیال. این چیزی است که من در برنامه پیش بر اون انگشت نهادم و گوشه هایش رو گشودم و الان اون رو ادامه میدیم. انقلاب 57 به طور عام، یعنی همه دخالتگرانش نتوانستن مرز میان واقعیت و وهم رو از هم جدا، یا حداقل بگوییم کلمه وهم را هم به کار نبرم، بین واقعیت و بین امر ایمانی یا خود اعتقاد یا ایمان نتونستن جدا بگوییم. اما امروز، امروز کجاییم؟ کجای تاریخ و تاریخ فرهنگیمون ایستادیم؟ که میدانید امروز جنبشی، خیزشی آغازیده که در صدد است تا مرز واقعیت و خیال را از یکدیگر جدا کنه. این کار مشخصا از سوی نسلی انجام میگیره که جوانترین نسله. ویژگی های این رو در ادامه صحبت هایی که داریم الان برای شما توضیح خواهم داد که چگونه باید این جدایی رو دقیقا در عرصه عمومی و مثلا در عرصه سیاسی تحقق بدیم. اما این را بعداً این رو توضیح میدم. این را فراموش کردم بگویم که روشنفکران اون سالها، یعنی سالهای پیش از انقلاب 57، سالهای دهه های 20، 30، 40، 50 متاسفانه و به دلیل ناآشنایی یا کم دانشی، پایه‌ای و دانشی پایه‌ای و روشمند در شناخت اسلام و قرآن و حدیث و الهیات اسلامی، انگیزه ها و نحو بینش مسلمانان به ویژه این ملایان که خوانشی تاریخی و طبعا سیاسی همراه با انگیزه تصرف قدرت سیاسی رو داشتن، این رو نشناختن یا نتوانستن بشناسن یا به ضرورت این نرسیدن. همین بیدانشی یا کمدانشی نسبت به درک عمیق از اسلام، قرآن و حدیث بود که آدمهای سیاسی آستانه و متن انقلاب 57 نسبت به شناخت ملایان و شخص خمینی رو به خطا برد. در این خطای فکری و فرهنگی حتی افراد و گروه‌های اسلام بنیادی مثل نهضت آزادی کاملا شریک بودند. کسانی مثل بازرگان
یارانش تصویری خیالی و کاملا غیر واقعی از اسلام و تشیع ساخته بودند که ملغمه آشفته بود، آشفته بود از علم تجربی و خانشی سلجویانه، خانشی که مثلا در بیان سعدی یا مولوی یا عطار از اسلام و آموزهای قرآن و حدیث ارائه می شد. اما خمینی و پیروان همراهش و خشونتگران همراه او و آدم کشان او، اما اصیل ترین و بنیادی ترین خانش رو از اسلام به کار گرفتن که آموزهای روشن و ساده قرآن رو بدون تعبیر و تفسیرهای غیر واقعی بهش می نگریست. بدانیم که در کنار تصرف یک پارچه قدرت سیاسی و مدیریت فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران از سوی ملایان شیعی و مشخصا خانش ورسیون اسلام اصیل محمدی صدر اول، یعنی همان عصر محمد بود، اما جریانی انحرافی و بی نهایت خطرناک هنوز در عرصه فرهنگی ایران با قوت وجود داره. اون جریان انحرافی نوجویان دینی در فرهنگ و در سیاست ایران و آموزش و پرورش ایران و دانشگاه‌های ایران به طور رسمی و غیر رسمی غلبه داره. اینان به کار عمل پرداختن که سهمی بی نهایت وسیع و مخرب و در انحراف و آلودگی فکری چند نسل ایرانی رو سبب ساز شدن. بررسی های لایه به لایه و مستند فعالیت های این پنج دهه، این پنج دهه عمر حکومت اسلامی و کار کوشش طیف های متنوع نوجوی دینی مثل جریان حسینیه ارشاد، طیف پیروان علی شریعتی، نهضت آزادی، تجدید نظر طلبان دینی، روشنفکری دینی، مفاهیمی مثل هرمنیوتیک دینی، مهملاتی مشابهون، لااقل بیش از نیم قرن که عرصه فرهنگی ایران حتی جریان‌های روشنفکری ایران رو، روشنفکری غیر دینی ایران رو قویاً در زیر سیطره داشته. در این شش دهه یا پنج یا شش دهه با قوت قدرت، با در اختیار داشتن منابع مالی بی نهایت، بی وقفه و گسترده، به ویرانگری در مبادی شناخت تجربی و عقلانی نسلهای ایرانی پرداختن. انقلاب 57 اما آغاز به ثمر رسیدن این تخریب هاست که مشخصاً از فردای خروج رضاشاه از در شهریور 20 از قدرت در ایران و فرهنگ ایران و سیاست ایران کلید می‌خوره. انقلاب 57 نقطه پیروز این زوال فرهنگی و حرکت سریع و بی‌وقفه نابودی ایرانه. حرکتی نیست که از 57 شروع شد. دقت کنید، از فردای سال سقوط رضا شاه در ایران یا بیرون رفتن رضا شاه از قدرت سیاسی در ایران در دهه 20 شروع شد و به مدت 37 سال از سوی قدرت سیاسی حاکم در دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی در ایران به اجرا در.
هنوز این سقوط ادامه داره، باید با این مبارزه کرد. فعلا همین و تا بعد و مرسی.